ساسانیان در فلات ایران یک سری باورها داده‌های به ما دادن که ما هیچ وقت اون رو از دست نتونستیم بدیم یا ندادیم. اسم من تورج دریاییه، متولد تهران هستم، کوچه فناخسرو در دربند، سال 1346. این پدر بزرگ مادرمه و این پدر بزرگم اینجا. از طرف مادری من خانوادهشون فامیلشون نراقیه، جد اندر جد مؤمن بودن در نراق و کاشان تا انقلاب مشروطه که پدر بزرگ مادرم لباسو کنار میذاره و با انقلاب مشروطه خب مدرن میشه و با ایده مدرنیته کاملا اخت پیدا میکنه و بیشتر در افتتاحیه مدارس و در حقیقت ادویکیشن بودن. پدر بزرگ مادرم که دیگه مهمم نیستن و با کروات و غیره دارن. این عموی مادرم و پدر بزرگ من هست. خانواده پدریم اصلیتشون بوشهری هستن. پدر بزرگ پدرم دریا نورد بودن. این پدر جد من هستن که ناخدای کشتی پرسپولیس بودن. در زمان قاجار موقعی که تصمیم گرفته میشه که یک ناوگان دریایی داشته باشن، بعد از چند ناخدای آلمانی و خارجی اولین ناخدای ایرانی هم و همین پدر جد من هست و فامیل ما دریایی هم از همونجا میاد. البته خانواده دریایی، دریابیگی، دریابندری، همه اینها مال اصالتا بوشهری هستن. تا اونجایی که من میدونم کشتی پرسپولیس رو همراه یه کشتی دیگه به نام سوسا یا شوش رو خریداری میکنن قاجارها از آلمانها و از بندر میاد و به ایران میرسه و این کشتی بوده که دوتا توپ هم داشته و در زمان پدر جد من حداقل استفاده شده برای نبرد با قبایل عربی که داشتن سعی میکردن اختشاش بکنن در خلیج فارس و ایران. در حقیقت سعی میکنه که این مقدار یک حاکمیتی بر خلیج فارس داشته باشه در صورتی که انگلیس ها بودن که نمیخواستن این چنین بشه. در زمانی که اقلا من میدونم پدر بزرگ من هست که هنوز اسنادش هست و شکست میدن این قبایل رو و تا حدودی یا در مناطقی ایرانی ها حاکمیت خودشون رو بر خلیج فارس استوار کردن. کودکستانم هم آبادان بودم چون خانواده پدریم خیلیشون شرکت نفتی بودن. و بعد از کودکستان به تهران آمدم. خوب یادمه که مدرسه زرتشتی گیو رفتم برای دبستان. یه شاید این دلیلی هم باشه به خاطر حالا یه مقدار کشش من به مطالعات باستانی. و بعد فرستادنم پانسیون آمریکا کلاس پنجم دبستان. بعد ایران آمدم و انقلاب شد. در اول راهنمایی که من ایران بودم مدرسه نسل نو می رفتم. ما باید صبح سرود صبحگاهی می خوندیم و در عرض یک سال سه سرود مختلف خوندیم. سرود اولی خب شاهنشاهه، ما زنده باد پاینده به فرج جاودان. و بعد انقلاب شد، ای ایران ای مرز پرگوهر رو خوندیم. ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خام کبسر چشمه هنر. و بعد از اون ناگهان بلافاصله تقریبا شد خمینی امام، خمینی امام مجاهد مظهر شرف. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت زشان در ره هدف. و این سه تا سرود من یادمه که در یک سال پر سر هم بهمون یاد دادن. یا
یادم وارد فرودگاه مهران شدم، گیتار برقی دستم بود با سر نوار. کسی که اونجا بود خب قیافه های ما داره را تغییرم کرده بود دیگه. خب ببخشید این رساله لحف و لعب، من اصلا نمیفهمم منظورش چیه، این اصلا میخواد مهر بزن، اصلا نمیدونستم چی داره میگه این آقا. و دیدم گیتارم پس ندادم، من پرسیدم از کنم چی شد پس، گفتن حالا بعدا میاد. نوارامو گرفتن در عرض مثلا چند دقیقه پس دادن، حالا نوار موسیقی بود دیگه، هرچی میذاشتم همش استکاک بود، خشخش بود، همه رو پاک کرده بودن در عرض. این بعد به ورود من به ایران اسلامی بود دیگه در حقیقت. من مدرسه محمد نراقی در جامارون دبیرستان رفتم. من یادمه ما چند نفر که خارج رفته بودیم و میابردن جلوی صف و بعد ناظمم که مرد فوق العاده خوبی بود، من مطمئنم که خودش واقعا این باور نداشت، به ما شعار میداد من به همه که چرخهای انقلاب شماها را خورد خواهد کرد و نمیدونم اله و بله، و بعد بقیه تکبیر میفرستادن و شعار میدادن. میخواستن به مثلا به این دانشجویی که دبیرستانی که حالا ایرانی بود، اینه که رفتن فرنگ مثلا این چیز تافته جدا بافته نیستن، مثلا خیلی هم مضر ممکنه باشن برای جامعه انقلابی مثلا، درسته. و 5-6 نفر بودیم که شاید حالا 7-8 نفر که از خارج اومده بودیم، ما هم میستادیم علیه ما اینا رو میگفتن و بعد ما میرفتیم، یعنی کاملا فرمالیته بود جریان. و بعد دیگه آمدم به آمریکا موقعی که میشد دیگه، با باز شد اومدم آمریکا و دیگه به ایران هم نرفتم. من یادم پدرم بهم گفت تو رجب این دفعه که میری من نمیخوام تو حتی از رو ایران پرواز کنی. من یه استاد خیلی خوب در دانشگاه داشتم که تاریخ اول قرن 19 رو درس داد به دلایلی، و برای همین من این کشش رو ناگهان به خاورمیانه قرن 19 داشتم و بعد قرن 20 رو خوندم و بعد دو ترم دیگه به طور خیلی مفصل درباره دوران قبل از اون، دوران حالا قرون میانه و آمدن اسلام و مقداری قبل از اون، و بعد اساتید دیگه که تاریخ دنیای باستان رو باشون برداشتم و من اینجور کششم اون وقت برگشت به گذشته و گذشته و گذشته. این جلدی که میبینین جلد کتاب گیلگمشه که من یه دلیل دیگه که شاید به دنیای باستان کشیده شدم به خاطر این کتابه، کتاب کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانانه که ترجمه هنوال عقاصه. و من کلاس اول و دوم دبستان همیشه بالای پنجره بود تو خونه و همش اینو نگاه میکردم میخوندم، شاید 100 بار من این داستان رو خوندم و همیشه دوست داشتم. کتاب متاسفانه ندارم ولی روی جلد رو دارم و اینو گذاشتم و هنوزم برای دانشجویان سال اول تاریخ باستان بهشون گیلگمشو میدم که بخونم. یوسیل در دانشگاهی بود که تاریخ ساسانی درس میداد به عنوان یک کورس، این خیلی مهمه و من فکر کنم اون مسئله بود که منو کاملا نظرم معطوف کرد به تاریخ ساسانی. برای من عجیب بود که این همه تاریخدان رومی دارن درباره مثلا رنگ یونیفرم لژیون به خصوص صحبت میکنن و ما درباره تاریخ ساسانی و تاریخ خاورمیانه اصلا انگار که هنوز در قرن 19 هم داریم تعیین میکنیم و سیر میکنیم. دارن میگن دو ابرقدرت جهان، ولی ما همش داریم مطالعه میکنیم راجع به یک ابرقدرت، کتاب درباره یک ابرقدرت نوشته میشه و کنفرانس ها و سمپوزیوم درباره یک ابرقدرت. قاعدتا دید ما، آپتیکس ما، نگاه ما نسبت به اون دوره کاملا نابرابر و در واقع تاریخی نیست. یه کتابی در سال 1944 آقای کریستینسن نوشته که بسیار ارزنده است، ولی انگار نه انگار که در این مثلا 50 خورده 60 ساله تغییری پیش آمده، چیزی نوشته شده. حالا یکی دو تا کتاب کوچکتر هم بود، برای من خیلی عجیب بود و در آن زمان فکر کردم شاید این قسمت از تاریخ
جالب باشه که آدم بیشتر بهش نظر بیاندازه و یک مقدار خودم رو به عنوان یکی دیدم که شاید بعد تا آخر عمرم در این راستا کاری کنم. و اینچنین شد که برای یک تز نوشتم و بازم فکر میکنم شانس آوردم که قبل از اینکه تزمو در حقیقت امضا بشه به اینجا یک کار دوباره در خود کالیفرنیا در یک دانشگاه به عنوان استاد تاریخ جهان باستان دادن. I would like to discuss some of the signs, symbols and legends on Sasanian coins from the 3rd to the 7th century CE. سلسله ساسانی سومین سلسله هست که در دوران باستانی تاریخ باستانی ایران شکل میگیره. از استان فارس میشه گفت ناگهان انقلابی به وجود میاد و علیه شاهنشاهی اشکانی خاندانی به پا میخیزند در فارس که پیشینه مذهبی هم داره، ارتباطی با آتشکده آناهیت در استخر، و من فهم میکنم با این تبلیغات مذهبی هم هست که گالوانیزه میکنن و در متحد میکنن در حقیقت نوجبا رو و یا با جنگ و میتونن شکست بدن اشکانیان رو و به سرعت فلات ایران رو تسخیر میکنند و در سال 226 میلادی تاج گذاری میشه در تیسفون. بیش از 30 شاه و ملکه در دوران ساسانی آمدن و رفتن. دو ملکه داریم که در اواخر دوره ساسانی هر دو دخترای خسرو و پرویز سلطنت میرسن. واقعا برای تاریخ خاورمیانه و حتی ایران 400 سال تداوم زمان بسیار طولانی است، بیش از 400 سال، یعنی یک نوع ثباتی وجود داشته و این مهمه. و اینا وقت کردن در اون 400 سال یک کارهای اساسی کنن، یعنی فقط مسئله حکومت نیست، مثلا اینکه شما با این حکومت چه کار میکنید. سیستم شاهنشاهی رو ما همون در دوره ساسانیان میبینیم. شما در اول دوره ساسانی میبینید که ما هنوز یه سری شاهای محلی داریم، اما کم کم بعد از یکی دو قرن از خاندان سلطنتی میان و اونجا حکام میشن. یعنی در حقیقت موقعی که میگن شاه کرمان یا کرمانشاه، در حقیقت یکی از فرزندان شاهنشاه هستش. در قسمت دوم ساسانی یا اواخر دوره ساسانی در حقیقت فقط شاه رو میبینید. در حقیقت یک نوع سیستم سنترالیزه به وجود اومده که شما کسانی داریم به نام آمارگر، حسابدار، شهراب داریم، کسی که شهردار هستش، استاندار دارین. تمام این در حقیقت عناوین با مهرشون یا اثر مهرشون وجود داره و ما نشون میده که یک سیستم فوق العاده جالب و منسجم در این ایران شهر شکل گرفته و در یادمان تاریخ ما همچنان تداوم داره دیگه. مثلا شاهنامه هایی که در دوران تیموری و صفوی و بعدها همینجوری ادامه داره، شما هنوز میبینید بهرام گور با آزاده یا حالا فتنه که پشت داره چنگ میزنه، نه تنها ترسیم شده به زیبایی روی بشقاب های دوران سلجوقی، همون داستان داره کشیده میشه. این به چه معنیه؟ این به معنیه که این داستان ها و روایت های این پادشاهان چنان مهم و اثرگذار بوده که شما زیر هر زبانی و حالا دولتی هنوز دارین اون تداوم رو دارین. چرا ساسانیان در مقابل اعراب شکست میخورن؟ سوالی است که شاید هر ایرانی چندین بار در عمر خودش، در طول عمر خودش میپرسه. بیشتر دید ما درباره فروپاشی ساسانیان بر حسب خواندن کتاب این محققان خیلی محترم و مهم بودن، ولی اونا با این دید کمونیستی طبقاتی نگاه میکردن و در حقیقت انقلاب روسیه رو دارن در فروپاشی دوره ساسانی میبینن. همینه به من میگن که بله، موبدان فشار می آوردن به مردم و مردم دروازه ها رو باز کردن. کجا چنین متنی ما داریم؟ کجا چنین چیزی نوشته شده؟ مگر اینکه این نویسندگان روس چنین نوشته باشن و بعد کسانی مثل آقای شریعتی و دیگران فرم اسلامیزه شدنش رو
بنویسن برای مردم بخونن، ولی هیچ نوع سندی درش وجود نداره. اینا رو که میبینه بعد یک مرتبه شعاری به نام اسلام، به نام برادری عمومی، برادری عمومی، آزادی تحصیل، آزادی کار، و بعد در هم ریختن طبقات، به هم ریختن مرزها و بندها و دیوارها، وقتی اینا رو میبینه میگراید به یک حقیقت تازه. این دفاع از یک ملت که در سخت‌ترین مراحل تاریخیش یک حقیقت را تشخیص داده. بسیاری از این نویسندگانی که در قرن بیستم نوشتن زیر نفوذ دیده به خصوص ایدئولوژی خودشون بودن و اون هیچ اشکالی نداره. مثلا من اینه که ما باید واقف باشیم که یک همچین مسئلهی به وجود اومده و در قرن بیست و یکم با بازبینی یک همچین واقعی و دوره‌ای آیا جایز هست که ما هنوز همون دیدها رو اعمال بکنیم یا نه؟ من فکر میکنم دو دلیلی که واقعا ساسانیان راحت تر از اونی که باید سقوط میکنن، یکی منفعل بودن این ارتش ساسانی و ملیتریزه شدنه که هر کدوم از این جنرال ها اینترسه خودشون رو دیگه داره. دلیل دوم که من خیلی مهمتره از اواخر دوران خسرو پرویز، در حقیقت کودتا در دربار هستش. بیزانتین ها توسط هراکلیوس قادرن که جنرال مهم ارتش ساسانی شهرفراز رو به سمت خودشون بکشن و هم ارتش رو نگه میداره. ارتش ایران شکست نمیخوره، ارتش ایران میمونه و به کمک دیگر قسمت ارتش ایرانی میاد تا هراکلیوس به نزدیکی تیسفون برسه و در تیسفون تصمیم گرفته میشه که خسرو پرویز رو ترور بکشن. از لحاظ منابع مادی سکه و مهرهای نشون میده که زندگی ادامه داشته. این نیست که ناگهان تمام دنیا تغییر میکنه در یک سال یا پنج سال یا ده سال. این تغییر آرامتر و آهسته تر انجام شده. درسته از لحاظ سیاسی قدرت مرکزی فروپاشی میکنه، ولی ما اون رو هنوز نمیبینیم در استانا که این چنین شده و خیلی آهسته این تغییر انجام میشه. من هنوز این رو باور دارم که حتی فلات ایران هم حدود سال 1000 هستش، 1000 میلادی که کاملا مسلمان میشه یا بیشتر مسلمان میشه. همونطور که در اروپا ما فکر میکنیم در سال 1000 هست که تقریبا اکثریت مسیحی میشن. یعنی این دو مسلمان و مسیحی شدن اروپا و آسیا در یک زمان انجام میشه. ساسانیان در فلات ایران یک سری باورها، داده‌هایی به ما دادن که ما هیچ وقت اون رو از دست نتونستیم بدیم یا ندادیم. میتونم اول از همه بگم که ساسانیان یک هویتی به وجود آوردن که فرادینی هستش. در مصر ما چیزی که میبینیم، هویتی که به وجود اومد قبل از اومدن مسلمانان، مسیحیه، مال قبطی‌ها. خود قبطی‌ها با گذشته‌شون به صورت یک دوره جاهلیت روبرو هستن و تنفر دارن و سعی در نابودی بناها میکنن. ما اینو میبینیم در کتابخونه‌ها، در بناها. خب من جست و گریخته مینویسم، برای همین خب این ردیف کار منه و اینا هم کار منه. مثلا خب این تاریخ آکسفورد ایرانی که من ادیت کردم که الان در ایران دو ترجمه ازش در اومده، نشر نو و قغنوس. یه هم دوباره یک تاریخ ایران باستانه برای کسانی که میخوان کلن از دوران ایلام تا اواخر دوره ساسانی، یعنی ما داریم از 3000 سال قبل از میلاد تا 650. بعد این سریه که من در ایتالیا با دوستان همکاران ایتالیایی و ایرانی در میارم و مطالعات ساسانیه، این جلد یکشه که در بولونیا در میاد. این کتابم جالبه چون ایران ساسانیه باز که انتشارات توس چاپ کرده. این کتابی بود که خب جایزه برد، تجدید چاپ میشم در ایران، چاپش بکنم 39 یا 40. این کتاب رو من خیلی سریع نوشتم. یک روز بیدار شدم و فکر کردم، همون صحبت بود که چرا تاریخ روم اینقدر نوشته میشه، ما یک سروی نداریم. و در عرض 3 ماه
صبح ساعت 5 بیدار می شدم و می نوشتم و تمومش کردم. یه روز به هم ایمیل دادن که کتاب جایزه برده، جایزه هم مطالعات خاورمیانه بریتانیا رو برده. اهمیت اینه که من یه چیز دید کلی، شما می خواهید دنیا ساسانی بدونید، آیا فقط تاریخ سیاسی رو باید بشناسید، یعنی کی اومده کی رفته کی با کی جنگ کرده؟ قاعدتاً نه. پس بزنیم درباره تاریخ اجتماعی هم چیزی بگیم، هر چقدر که میشه، درباره underclass فقرا، درباره نوجوان، طبقات مختلف. تاریخ اقتصادی چطور؟ از نظر اقتصادی چطور؟ یه فصل اقتصادی، ولی برای اینکه من فکر میکنم آدم بتونه مایندست دید یک تمدن رو باید ادبیاتش رو بشناسه. تاریخ به نوبه خود تنها نمیتونه جوابگو باشه. یه فصل درباره تاریخ ادبیش نوشته. تمام این فصول کتاب یک تاریخ جامع میکرد از دوره ساسانی و برای من فکر کنم مد نظر قرار گرفت. این نوشته های بعضی از دوستانی که یا خیلی دوست دارم یا یک چیز دربارم گفتن، آقای بیضایی رو که من فوق‌العاده دیدشون رو دوست دارم، برام چیز امضا کرده بودن و نگه داشتم. آقای افشم از 1386 مثل که یه نوتی دربارم نوشته بودن که بعد پسرشون به من برام فرستادش که شاید این در آینده فکر میکنم یه پوخی بشه. یه کتاب درباره تاریخ ساسانی نوشتم که شهبانو برام یه نامه فرستادن. سنگلی کنفرانس سالانه جوشو در UCLA. امیدوارم که پژوهشگران جوان ما در کار خود موفق باشند. من آشناییم با آقای علیرضا پهلوی به این دلیل بود که ما هر هم رشته بودیم، البته ایشون هاروارد بودن و خب تزشون هم مهم بود، مینوی خرد بود و خب باعث شد که چند بار بیان لس آنجلس و اینجا با هم باشیم. یه با دعوتشون گرم برای کنفرانس و راجع به کتابشون صحبت میکردیم، تزشون رو. من در سال 1999 میلادی فارغ التحصیل شدم، دکترامو گرفتم. دو ماه قبلش دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، کالیفرنیا استیت یونیورسیتی اینجا در اورنج کانتی، به من آفر استادی تاریخ باستان داد که من امضا کردم بلافاصله. هم کالیفرنیا رو همیشه دوست داشتم، هم دانشگاه خوب بود، همه رو میشناختم. بعد یه روز برف حسابی اومده بود و مهمونام داشتن میمدن، یه ایمیل گرفتم از دانشگاه کالیفرنیا، یونیورسیتی کالیفرنیا اینجا، که ما یک پولی بهمون رسیده که یک کورسی، یک اندوچر در تاریخ ایران، آیا شما اینترست دارید؟ Hello, my name is Turaj Daryayi. I'm a professor in the history department at UC Irvine. And today I'd like to talk to you about the name of a body of water commonly known as the Persian Gulf. گزارش سالیانه مرکز ایرانشناسی دکتر سامیل جردن در دانشگاه ایروانی که من 5 سالی رئیس اون هستم. ما معمولاً هر سال بین 40 تا 50 برنامه داریم، از فیلم گرفته و فیلم‌های مستند تا کلاس‌های نقاشی که آقای دکتر زرین کلک می‌ذارن. مرکز ایران شناسی اینجا دو کار اساسی میکنه: پشتیبانی از محققینی که در دانشگاه هستن، اساتید، کمکش میکنه برنامه هایی رو که دوست دارن بذارن و یه سری پروژه های تحقیقی و همچنین برای در حقیقت جامعه ایرانی و همچنین آمریکایی‌ها اطلاعاتی بده، برنامه هایی بذاره مفید که با فرهنگ و تمدن ایران آشنا بشن. آقای دکتر فریبرز مسیح که عکسش رو اینجا شما میبینید، در حقیقت بانی این مرکز هست. ایشون خودشون دبیرستان البرز رفتن و به یاد، من فکر میکنم، این رابطه خوبی که به هر حال و اثر خوبی که آمریکایی‌ها در ایران داشتن در زمانی، ایشون این مرکز رو تأسیس کردن و به نام آقای سامیل جردن که به هر حال اونجا بانی اون بود و در حقیقت
کالج آمریکایی آباد شروع شد. در ایران قانونی تصویب شد که ناگهان کسانی که مشمول بودن میتونستن برای سالی 3 ماه برن ایران. برای من واقعا عالی بود. ایران شهر مکانی است که ایرانیان در آن سکنا دارند. ان ایران شهر جایی است که غیر ایرانیان هستند.